منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مأمور شد تا تصمیمات جلسه محرمانه ستاد کودتا رو در اتاق شورای امنیت ملی حکومت اسلامی تشکیل بده. به عنوان تصمیم جدید خوب گوش کنید، داره حکومت اسلامی خودشو میکشه آمریکا و اسرائیل رو وادار به یه جنگ بکنه. به عنوان تصمیم جدید اتمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن این جلسه بوده و میگه که آمریکا یک ماه مهلت داره، اونا دارن با آمریکا اولتیماتوم میدن و مهلت میدن تا شرایط تهران برای مبادله اورانیوم غنی شده 1.5% رو بپذیرد و این یک اولتیماتوم است. در غیر این صورت ایران خود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اورانیوم غنی شده به میزان نزدیک به 20% رو تولید خواهد کرد. هموطنان، این گونه صحبت کردن ها نه دیپلماتیکه، این باجگیریه، این زورگوییه، این زجه زدن، این ضعف، این پایان کاره. توی بازار سیاست یک دیپلمات یا یک حکومتی که دیپلماسی بین‌المللی رو ازش آگاهیه داره و دیپلمات‌های برجسته داره، این لحن صحبت کردن، این فقط و فقط عجز حکومت اسلامی رو نشون میده. این سخنان در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی رو که باز من مخالفم نباید گفت، رژیم دست نشانده اسلامی از داخل و خارج در محاصره قرار گرفته، تیریست که به امید رهایی از تنگنای کنونی به هوا شلیک شده. درست مثل تیر دیگری که یعنی دو سه تا تیر دیگه بیشتر در ترکش رژیم باقی نمونده. تیر ما قبل آخر که بسیار براشون حیاتی بود، تیر امام حسین بود که در کردن روز عاشورا، یعنی با آتیش زدن عکس یه دونه تیرشون، آتیش زدن عکس خمینی بود که دیدن مردم چه ریسمانی دادن ریختن و آتیش زدن و از این حرفا، روز عاشورا اومدن به اصطلاح یه کار عجیب و غریبی بکنن که مردم بعد از 1300-400 سال تمام اون عاشوراشون رو به هم زدن و در واقع اون نفس چجوری براشون بگم دینیشون رو از روش رد شدن و این تیرم تیر خلاص بین المللی ایناست که از تنگنای کنونی به هوا شلیک شد تا مگر به قاضی کلاغی یا کریمی کبوتری گنجیشکی اصابت کرده و تعامی فراهم بشه و الا اونا این بر میخندن به این حرفا. نه جمهوری اسلامی شرایط التیماتوم دادن رو داره، نه جهان کل، نه جهان کل حکومت رژیم اسلامی رو دیگه جدی تلقی میکنه که التیماتومش رو جدی بگیره. از اون مسکتر این که غربی ها به شمول آمریکا هم فهموندن که دولت ایران با این سخنان و تصمیمات میکوشه یک حمله تهدیدی بالاخره یک اقدامی رو موجب بکنه، موجب سازش بشه تا همه افکار عمومی جهان از مسئله داخلی ایران منعرف بشد و هم به بهانه خطر خارجی و جنگ فرصتی برای قتل عام در زندان و در خیابونها به چنگ بیاره. رژیم شدیداً در ترس و وحشت برای 22 بهمنه. هموطنان عزیزم، این سعید سکویی که اینجا جلوی شما نشسته یک حرف بی مورد تا امروز به شما نزد، یک بحث اشتباه برای شما نکرده. هر آنچه که افتاده در نه تنها حالا، نه تنها 3 سال گذشته، 5 سال گذشته، 10 سال گذشته، از زمانی که رژیم شروع کرد به حقه و کلک و استفاده از مزدورانش، پوزیسیونش که در خارج نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن که فعالیت عمده اینها بعد از جریانات دادگاه میکانوس، یعنی اون جنایتی که در اون کافه در برلین کردن اینها و دنیا سفیراشون رو فراخواندن و جمهوری اسلامی در یک بنبست، در یک بحران جدی قرار گرفت، اینها تصمیم گرفتند یک سری از مزدورا و جیرخارا و کاتالیزورها و مهرهای اصلی انقلابیشون رو به خارج بفرستن، از اطلاعاتی گرفته، از سپاهی گرفته، از دیپلمات گرفته، سیاه بازی اینا رو فرستادن بیرون که یا فرار کردیم و یا زندان بودیم و این کوینا مسائل. و بعد این مسائل اوجش در زمان دوره اول و دوم خاتمی بود و بعد که مردم دیدن وای چه کلاه دیگری سر اینها رفت،
هنوز که هنوزه اینها در خارج از کشور تصور میکنن میتوانن این رژیم رو نجات بدن و هنوز میتونن کلک و حقه خاتمی رو این بار با موسوی و کروبی و اینها پیاده کنن. یک سعید سکویی، یک تلویزیون آریامر نه تنها جلوی این پروژه عظیم رژیم اسلامی در درون، بلکه در مورد سناریو بازان، بازیگران، سناریو نویس‌ها، پروژه سازهای رژیم، پوزیسیون رژیم که نقشه پوزیسیون رو در خارج بازی میکنه ما ایستادیم و خفشون کردیم و مثل طرح فراخوان رفراندوم تو تابوت گذاشتیم، چالش کردیم. مهم نیست کاظم علمداری به اجازه چی بگه، مهم نیست سازگارا چی بگه، مهم نیست اون یارو کوروش چی چیه هی ویدیو بده بیرون، مهم نیست اون چی بگه اون چی بگه اون چی بگه، مهم اینه که ما از اینجا داریم به درون ایران میگیم نه احمدی نه موسوی، لعنت به بیت رهبری، مرگ بر حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیتش، مرگ بر رفسنجانی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر موسوی، مرگ بر خاتمی، مرگ بر کروبی، مرگ بر تمام این هزار فامیل مافیایی رژیم اسلامی از معمم و مکلاش، از اون طول سگای فاحش زاده ای که تو مجلس شورای اشغال شده اسلامیش نشستن، شورای نگهبانش، مجلس تشخیص مصلحتش، مجلس خبرگانش، هر چی که دارید، اطلاعاتتون، امنیتتون، مرگ بر حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیتش. شوخی هم با کسی نده. اجازه یک پروژه سازی جدیدم در لس آنجلس و یا در اروپا محال تا من زنده هستم داده بشه، محال بذاریم چوب لای چرخ این مردمی بذارید که دارن تو خیابون میان خون میدن تا آزادیشون را بگیرن. به شما گفتم دشنه ای که در 13 آبان، دشنه ای که در 16 آذر، دشنه ای که در روز عاشورا در تن این رژیم رفت، قلب این رژیم رو مقداری پاره کرد، اینا دشنه های نهایی نبودند. اما دشنه ای که رژیم در روز 22 خرداد میخوره، اگر تا قبل از اون قرار یکی دو تا اتفاق بیفته، I'm not gonna talk about it. Two event. It's gonna happen from now that I'm talking to you until we get to 22 بهمن. اما اگر رژیم تا 22 بهمن اتفاق خاصی براش نیفته، این رژیم خون ریز داره، خون ازش میریزه، این رژیم داره لنگ میزنه، این رژیم در ترس و وحشته، این رژیم میخواد خودشو بکشه برکه آمریکا یا اسرائیل بلندشن بمبارانش کنن، این رژیم داره خودشو میکشه به هر ترتیبی شده فضا رو ملتهب بکنه، به اصطلاح بحرانی بکنه. اما یک مسئله که میخوام بهتون این بار برای اولین بار بگم، در 22 بهمن رژیم اشغالگر و فاشیستی دینی اسلامی دشنه نهایی رو میخوره. باز ممکنه سقوط نکنه، یک دو سه ماه وقت داشته باشه با. چون اونجاست که اونا دیگه یک دفعه مثلا ممکنه یه موشک رو هوا بکنن به طرف اسرائیل، یا مثلا بیان یه دونه آزمایش هسته‌ای زیرزمینی انجام بدن تو همین پریود از حالا تا 6 هفته آینده، و این آزمایش اتمیشون هم نمیدونم خراب از آب در بیاد و یه سری مثلا چی بیان میزنه بیرون که خراب میکنه، مثل اونجایی که تو روسیه شد وقتی آزمایش اتمی میکنن، آزمایش اتمی زیرزمینی اگر درست انجام نشه یه سری از این چیزهایی که میاد بیرون مردم سرطان میگه بردختی یه همچین حالت هایی. بله؟ زباله های هسته‌ای یا میدونم، یعنی این اگنیشنی که باید روشن بشه تا این رو کار درست نیست، چون کار اینا این فقط آفتابه به همه چیزشون مال خارجه، تشعشعات رادیو اکتیو اصلا برای اینا مهم نیست. ولی دشنه نهایی که یعنی دیگه این جنازه رو باید ببرن تو آی سی یو، سی سی یو، یعنی اونجا دیگه یه دکتر با معرفت هم باشه، یه دونه بزن دستش رو تو دسته بکنه تو اون قلب که مثلا دارن کاریش میکنن تمومش بکنه، در